دومین روز مهر ماه برابر با 24 سپتامبر، هفته جهانی دریانوردی. سازمان جهانی دریانوردی همه سال روز جهانی دریانوردی را گرامی می دارد و دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی IMO ضمن پیام ویژه‌ای که در خصوص این مناسبت اعلام می نماید به اهمیت و عمق مسئله مورد نظر می پردازد. با توجه به اینکه صنعت دریانوردی به عنوان صنعتی فراگیر در جهان معاصر مطرح است، کشور ایران نیز می تواند در این فرایند جهانی نقش ویژه‌ای ایفا کند، چرا که ایران چون پلی بین کشورهای حاشیه خزر و آبهای آزاد جهان قرار گرفته است و ارزان‌ترین راه ترانزیت بین کشورهای آسیای میانه و دریاهای آزاد جهان است. صدور نفت و گاز و صادرات غیر نفتی از پایانه ها و بنادر خلیج فارس، ورود کالا و افزایش این میزان با پذیرش کالاهای ترانزیتی و وجود منابع پروتئینی غنی در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، همگی می توانست انگیزه های بسیار قوی برای ایران در توجه به این صنعت و توسعه آن باشد. سال 1022 خورشیدی برابر با 1643 میلادی، اتحاد سیاسی اسکاتلند و انگلستان و الحاق اسکاتلند به انگلیس. اسکاتلند در قسمت شمالی کشور جزیره انگلستان قرار دارد و منطقه است کوهستانی و پوشیده از جنگل‌های انبوه و چمنزارهای وسیع که به وسیله چند رودخانه و نیز خلیج سالوی از خاک اصلی انگلیس جدا شده است. این منطقه از قدیم الایام مسکونی بود و بعدها محل سکونت اقوامی از انگلستان شد. در طی قرون بعدی زبان و فرهنگ انگلیسی در این مناطق نفوذ پیدا کرد، اما بین اسکاتلند و انگلستان حالت جنگ و صلح ادامه داشت. سال 892 خورشیدی برابر با 1513 میلادی، کشف اقیانوس کبیر توسط دریانورد اسپانیایی واسکو بالبوا. این کشف تنها در سواحل پاناما و غرب این اقیانوس صورت گرفت، هرچند قبل از وی مردمانی از چین و ژاپن و دیگران در پهنه‌های وسیع از اقیانوس آرام دریانوردی کرده بودند، ولی شناسایی بعدی آن در این سال روی داد. پس از چندی فردیناند ماجلان، دیگر دریانورد مشهور آن زمان، به هنگام دیدار از این اقیانوس آن را آرام و بدون طوفان‌های شدید دید. از این رو آن را اقیانوس آرام نامید. اقیانوس آرام مساحتی در حدود 180 میلیون کیلومتر مربع دارد که از سطح کلیه خشکی‌های زمین بیشتر است. این اقیانوس دارای عرضی در حدود 11000 کیلومتر و طولی برابر با 17700 کیلومتر می باشد. عمق متوسط اقیانوس کبیر در حدود 4000 متر و عمیق‌ترین نقطه آن در حدود 11000 متر است. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات سه جانبه پس از پایان جنگ. به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد و به منظور ادامه مذاکرات در نیویورک، هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر وقت امور خارجه عازم مقر سازمان ملل شد. این هیئت به مدت دو هفته در مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران، عراق و دبیرکل شرکت کرد.